شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه هست مفهوم تولد نو. آیات کلیدی این مطالعه در انجیل یوحنا فصل 3 آیات 1 تا 16 هستند. دوست گرامی من، آیا شما با مفهوم تولد نو آشنا هستید؟ آیا می دونید چرا خداوند و منجی ما عیسی مسیح بر روی تولد نو داشتن اینقدر تأکید داشته و داره؟ آیا شما از تولد نو خود اطمینان کامل دارید؟ در این مطالعه به شناخت مفهوم تولد نو می پردازم. در مورد اینکه تولد نو به چه معنا و مفهومیه، نظرات مختلفی در میان مردم رایجه، اما برای شناخت صحیح از مفهوم تولد نو ما باید به خود خداوند و کلام او مراجعه کنیم. با مطالعه کلام خدا می‌بینیم که عیسی مسیح از عبارت تولد نو برای تأکید بر تغییر روحانی هر انسان و برخوردار شدن او از حیاتی ابدی در بهشت استفاده نموده. بله، تا زمانی که من و شما از نو تولد نیابیم، هرگز به بهشت نخواهیم رسید. دوستان، کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیات 1 تا 16 مصاحبت بین عیسی مسیح و نیقودیموس را که یک فریسی یهودی بود به ثبت رسونده. فریسیان فرقه‌ای بودند در دین یهود. واژه فریسی به معنی جدا شده است. در زمان مسیح عقاید فریسیان تأثیر زیادی بر یهودیان داشت. آنان فرقه‌ای بسیار سختگیر بودند که با جدیت می‌کوشیدند تا تمامی جزئیات شریعت یهود را به جا آورند. فریسیان خودشون را اشخاصی عادل می‌دونستند، اما واقعیت امر اینه که در زمان مسیح عده‌ای از آنان صرفاً به ظواهر مذهب توجه نشون می‌دادند، نه به عمق و روح اون. بعضی از ایشان در باطن اشخاصی شریر و ریاکار بودند. عزیزان، بعد از گوش دادن به تعالیم عیسی مسیح و دیدن معجزاتی که وی به عمل آورده بود، یک شب نزد عیسی مسیح آمد و به او گفت: ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. این را ما در آیه 2 در فصل 3 انجیل یوحنا مطالعه می کنیم. دوستان، عیسی مسیح در پاسخ به نیقودیموس می فرماید: یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند. عیسی مسیح در پاسخ به نیقودیموس در آیه 3 می فرماید: عیسی پاسخ داد، یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند. آمین. دوست خوب من، به راستی من و شما چطور میتونیم تولد نو داشته باشیم؟ در این قسمت از مطالعه خود تحت عنوان مفهوم تولد نو به پاسخ دادن به این سوال میپردازم که من و شما چطور میتونیم تولد نو داشته باشیم؟ عزیزان، وقتی با دقت متن گفتگویی که بین عیسی مسیح و نیقودیموس انجام پذیرفته را مطالعه می‌کنیم، در می‌یابیم که در واقع عیسی مسیح به نوعی به نیقودیموس می‌فرماید که تحصیلات عالیه وی در مورد قوانین دین یهود و همچنین مقام با اهمیت و برجسته او در میان یهودیان او را به بهشت نخواهد رسانید.
عیسی مسیح به صراحت به نیقودیموس می فرماید که آنچه او برای رسیدن به بهشت بدان نیاز داره تولد نوعی است از بالا. عزیزان، تولد نو عملیه که از بالا صورت میگیره به وسیله خداوند. توسط تولد نو خداوند حیات ابدی در نزد خود در بهشت را به کسانی که در گناهانشون مرده و از او جدا به سر می بردند ولی حال به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خود ایمان آورده اند عطا می کنه. در پاسخ به گفته عیسی مسیح به نیقودیموس در آیه 4 او میگه: نیقودیموس گفت چطور ممکنه شخص سال خورده ای از نو متولد شود؟ آیا می تواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ آمین. دوستان، برای اینکه نیقودیموس منظور عیسی مسیح را به خوبی درک کنه، او در آیه 5 ادامه میده: عیسی پاسخ داد یقین بدان که هیچ کس نمیتواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. آمین. به عبارتی دیگه، هر انسانی چون طفل از نظر فیزیکی به دنیا میاد، ولی برای راهیابی به قلمرو و بهشتی شخص باید از روح تولد یابد. در تمامی طول عمر خود نیقودیموس این را یاد گرفته بود که فقط انجام اعمال نیک و رعایت قوانین مذهبی برای رسوندن او به بهشت کافی هستند. اما حال با شنیدن تعالیم عیسی مسیح در مورد معنا و مفهوم تولد نو، نیقودیموس شروع به درک این واقعیت می‌کنه که تمامی سعی وی برای انجام اعمال نیک و اجرای قوانین دینی در رسیدن او به بهشت نمیتونن هیچ کمکی به او بکنند. با درک صحیح از مفهوم تولد نو و ضرورت آن برای رسیدن هر شخص به بهشت، نیقودیموس خودش را از نظر روحانی کاملاً ورشکسته میابه. نیقودیموس میفهمه که برای رسیدن به بهشت در راه اشتباهی بوده. عزیزان، امروزه هم انسانهای بسیاری هستند که مانند نیقودیموس برای رسیدن به بهشت در مسیر اشتباه گام برمی‌دارند. بسیاری بر این تصور و باور غلط هستند که من انسان جنایتکاری نیستم، پس حتما خدا مرا به بهشت میفرسته. بسیاری دیگه بر این باور اشتباه هستند که من قوانین دینی را کاملا رعایت میکنم، پس حتما خداوند مرا به بهشت میفرسته. بسیاری دیگه از مردم بر این باور اشتباه هستند که من نهایت تلاشم را برای انجام اعمال نیک به کار میبرم، پس حتما خداوند مرا به بهشت میفرسته. عزیزان، اما تمامی این باورها برخلاف تعالیم کلام خدا برای رسیدن به بهشت هستند. کلام خدا به ما می آموزه که تمامی انسانها با ذاتی گناهکار به دنیا میاند. هر انسانی برای رسیدن به بهشت باید تولد نو داشته باشه. دوست گرامی، ما باید بسیار مراقب باشیم تا مانند فریسیان زمان عیسی مسیح همان اشتباه مهلکی را که اونها مرتکب شدند تکرار نکنیم. فریسیان معجزات عیسی مسیح را دیدند و تعالیم شگرف او را شنیدند، اما بدون اینکه سعی کنند بفهمند که چه حقیقتی پشت معجزات و تعالیم عیسی مسیح بود به او ایمان نیاوردند. اما نیقودیموس با اون فریسیان فرق داشت.
او این فروتنی و شهامت را داشت که پیش عیسی مسیح بیاد، به تعالیم او گوش کنه، سوالات خودش را از او بپرسه و حقیقت را بشناسه. آیا شما امروز با عیسی مسیح شخصاً ملاقات داشته اید؟ آیا امروز تعالیم او را برای دریافت آرامش و خواست خداوند برای زندگیتون از او شنیده اید؟ دوستان، در این قسمت از مطالعه خود تحت عنوان تولد نو به شناخت ماهیت تولد نو می پردازم. 1. تولد نو تجربه ای است روحانی. عزیزان، تولد نو عملکرد روح القدس در زندگی ماست. روح القدس ما را با این حقیقت که گناهکار هستیم محکوم میکنه. روح القدس به ما میفهمونه که تمامی تلاشهای ما برای اجرای مراسم دینی و انجام اعمال نیک هرگز ما را شایسته رسیدن به بهشت نمی کنند. روح القدس همچنین ما را از محبت خداوند برای من اطمینان می بخشه. روح القدس به ما روحی فروتن می ده تا گناهان خودمون را به خداوند اعتراف و از او طلب بخشش کنیم. روح القدس به ما کمک میکنه تا درک روحانی پیدا کنیم و نیاز خودمون به عیسی مسیح را بشناسیم و به او به عنوان منجی و خداوند خود ایمان بیاوریم. 2. تولد نو تجربه ای است مشخص و بیچون و چرا. دوستان، همان گونه که تولد فیزیکی نقطه مشخص و آغازی داره، تولد نو هم بسیار مشخص و آغازی داره. تولد نو با پذیرش این واقعیت در قلب هر شخص آغاز میشه که او گناهکاره و از خداوند و استانداردهای الهی او برای رسیدن به بهشت بدور. سپس همان شخص متقاعد میشه و ایمان میاره که عیسی مسیح به راستی خداوند است که در بدن انسانی به این جهان آمد تا برای بخشش گناهان او جان خود را بر روی صلیب جلجتا هدیه کنه و بعد همان شخص گناهان خود را به خداوند عیسی مسیح اعتراف میکنه و به او به عنوان منجی و خداوند خود ایمان میاره. از آن لحظه به بعد آن شخص تولد نو مییابد، یعنی از نو به صورت روحانی زندگی تازه‌ای را از خداوند دریافت میکنه که هرگز به پایان نمیرسه. عزیزان، تولد نو یافتن یک روند آهسته و طولانی نیست، بلکه روندی است بنیادی، اساسی و سریع. تولد تازه یا همان تولد نو چنان تحول و دگرگونی در قلب شخص به وجود میاره که او بدون هیچ شکی میفهمه که به راستی از نظر روحانی تازه متولد شده. شخصی که تولد نو داره دیگه از انجام اعمال گناه آلود لذت نمیبره و از اونها دوری میکنه. شخصی که تولد نو داره سعی میکنه تا هر روزه بیشتر و بیشتر در سیرت شبیه عیسی مسیح بشه. عیسی مسیح تنها کسیه که میتونه ما را برای رسیدن به بهشت سزاوار و آماده کنه. تمامی مذاهب موجود در این جهان راه رسیدن به بهشت را در انجام اعمال سخت به ظاهر نیک و اجرای مراسم و مقررات دینی خودشون میدونند.
اما هیچ انسانی نمیتونه با سعی در انجام اعمال نیک و اجرای مقررات دینی سزاوار رسیدن به بهشت بشه، چون که همگی ما انسانها با ذات گناه آلود به دنیا میاییم و نسبت به قدوسیت خدا گناهکار و از او به دور هستیم. سعی در انجام اعمال نیک و اجرای مراسم و مقررات دینی ممکنه که شخص را در فکر و چشم خودش صالح و پارسا ببینه، اما وقتی همون شخص خودش را با قدوسیت خدا مقایسه میکنه، زود در میابه که چقدر گناهکاره و به فیض و بخشش خداوند محتاج. کلام خدا در تیتوس فصل 3 آیه 5 این مهم را بسیار روشن و شیوا برای ما توضیح داده. در این آیه می‌خوانیم: او ما را نجات داد، اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی که ما کردیم نبود، بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشویی بود که به وسیله آن روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. آمین. عزیزان، اگه ما میتونستیم با انجام اعمال نیک و اجرای مراسم دینی خودمون را به بهشت برسونیم، دیگه نیازی نبود که خداوند عیسی مسیح جان خودش را بر روی صلیب به بشریت هدیه کنه. اما فقط خون ریخته عیسی مسیح میتونست بخشش خداوند را برای ما انسانهای گناهکار فراهم کنه. این نشانه محبت بیمانند خداوند است برای انسان گناهکار از او جدا مانده، که او باید به صورت انسان در بدن عیسی مسیح به این جهان بیاید تا او را که هیچ امیدی برای رسیدن به بهشت نداشت نجات دهد. 3. تولد نو تغییری است پایدار و همیشگی. عزیزان، تولد نو ما را برای همیشه تغییر میده و از میان رفتنی نیست. اما این بدین معنا نیست که ما از هر نظر انسانی کامل شده و دیگه هرگز در زندگیمون مرتکب هیچ گناهی نمیشیم. بعد از تولد نو هنوز اون طبیعت گناه آلود قدیمی ما در ما باقی میمونه و متاسفانه ما را به انجام گناه سوق میده. اما هرگاه گناه خودمون را به خداوند عیسی مسیح اعتراف کنیم و از او طلب بخشش، عیسی مسیح سخاوتمندانه ما را میبخشه و از گناه تمیز میکنه. در کلام خدا در اول یوحنا فصل 1 آیه 9 میخوانیم: اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، میتوانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل میکند، او گناهان ما را میامرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک میسازد. آمین. دوستان، بعد از تولد نو ما خوانده شده ایم تا زندگی پاک و مقدسی داشته باشیم، زندگی خودمون را کاملا به خداوند تسلیم و در اطاعت از خواست او زندگی کنیم. داشتن تولد نو ما باید در کیفیت زندگی ما در میان مردم مشهود باشه. برخورداری از تولد نو ما را مشتاق معرفی خداوند عیسی مسیح به دیگران و زندگی مطابق با سیرت او می سازه. دوستان، در این قسمت از مطالعه خود تحت عنوان مفهوم تولد نو، به معرفی و شناخت پیامدهای تولد نو می پردازم. 1. تولد نو رابطه ما با خداوند را عوض می کنه.
عزیزان، تا قبل از ایمان به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند، ما با او دشمن بودیم. توجه بفرمایید، هر انسانی بر روی این کره خاکی یا گناهان خودش را به عیسی مسیح اعتراف نموده و به او به عنوان منجی و خداوند زندگی خود ایمان آورده، در نتیجه حال گناهان او بخشیده شده و تا ابدیت با وی در بهشت به سر خواهد برد، یا اینکه عیسی مسیح را نمیپذیره و به او ایمان نمیاره. در این صورت چنین شخصی با خداوند عیسی مسیح در ضدیت و دشمنی به سر میبره. پس تولد نو رابطه ما با خداوند را از دشمنی به دوستی با او و از جدایی ابدی از او به با او بودن در بهشت تا ابدیت عوض میکنه. دو، بعد از تولد نو دشمنی و جدایی بین ما و خداوند از میان برداشته میشه. بعد از ایمان به عیسی مسیح و دریافت تولد نو، ما به فرزند خواندگی خانواده الهی خداوند پذیرفته میشیم. بعد از تولد نو، نام ما در دفتر حیات در نزد خداوند نوشته میشه. سه، تولد نو خلق و خوی و نگرش ما را عوض می کنه. دوستان، بعد از تولد نو روح القدس در ما شروع به کار می کنه. روح القدس قلب های ما را عوض می کنه تا خلق و خوی ناپسند قدیمی ما را به تدریج تغییر داده تا خلق و خوی و نگرش ما شبیه عیسی مسیح بشه. روح القدس به ما حکمت الهی میده، حقیقت الهی را میشناسونه و در تمامی طول عمرمون هادی و حامی وفاداری با ما میمونه. روح القدس به ما کمک میکنه تا زندگی را که عیسی مسیح برای ما منظور داشته زندگی کنیم. چهار، تولد نو مقصد نهایی ما را عوض میکنه. عزیزان، از قول عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 24 میخوانیم که یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. آمین. دوست من، روح القدس که حال در ماست ضمانت کننده این واقعیت می باشه که ما تا ابد فرزندان خداوند هستیم و مقصد نهایی ما نیز تا ابد در بهشت با خداوند است. دوست گرامی من، آیا شما لحظه ای را که تولد نو یافتید به یاد میارید؟ اگه نه، اگه میدونید که تولد نو ندارید، چه چیزی شما را از تسلیم زندگیتون به عیسی مسیح و دریافت بخشش و حیات ابدی از او مانع شده؟ دوست من، ابدیت زمان بسیار طولانیه. عاقلانه است که ما از مکانی که تا ابدیت در آن به سر خواهیم برد اطمینان کامل داشته باشیم. حال تصمیم با شماست. با این امید که این مطالعه در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشد، تا گفتگوی دیگر، جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما. آمین.
کردگار مهربان، دارم به دل عشقت نهان، نه بهر اجر آن جهان، تنها تو را خواهان، نه شهرت و جاه و جلال، نه زندگی بی زوال، بل عشق تو ای بی مثال، خواهم تو را از دل و جان. توی آن مهر عظیم در دل ویران گرم، توی آن نور جهان گشته ای از دیده پنهان، توی آن مهر عظیم در دل زنده ام بهر تو ای امید نهان، زنده ام تا ابد ای پدر مرا بخوان، مهرم نه از بیمقدار، نه بهر امید سوار، خواهم دهم مهرت جواب، دادی مرا بسی تاوان. توی آن مهر عظیم در دل ویران گران، توی آن نور جهان گشتگی از دید پنهان، توی آن مهر عظیم در دل اول توی عیسای من، بخشندگی جان جای من، شاهنشاه و خدای من، مهر تو بهرم بی پایان، من آگه از پایان خود، تو با بهای جان خود، کردی مرا از آن خود، دلداری ای جانان من، دیدم محبتهای تو، دارم کنون صدای تو، من زنده ام برای تو، مهر تو بهرم جاودان، دیدم محبتهای تو، دارم کنون صدای تو، من زنده ام برای تو، مهر تو بهرم جاودان.